با سلام و احترام همه دوستداران فرهنگ و هنر، به ویژه فرهنگ و هنر ایرانی و علاقه‌مندانی که دوست دارند در رابطه با نظام‌های آموزشی دانشگاهی در خارج از ایران اطلاعات داشته باشند. در این ویدیو با صحبتی که با خانم دکتر عزت الله نژاد داشتم، میخوام نظام‌های آموزشی دانشگاهی در آمریکا و کانادا رو خدمتتون توضیح بدم. لطفاً اگه به این گونه ویدیوها علاقمند هستین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین و سوالاتتون رو هم برای من کامنت بذارین که من بتونم پاسخگو باشم. از ادب و احترام. سلام خانم دکتر، وقت شما بخیر. نامت باشین، شبتون بخیر. ممنونم، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خیلی مشکرم. همچنین، سلامت باشین. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و امشب با مبحث انجمن‌های هنری آمریکا در خدمت شما هستیم. سپاسگزار میشم که یک معرفی از فعالیت خودتون داشته باشید تا وارد بحث بشید. خواهش میکنم، خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردین. وقت شما هم بخیر، امیدوارم همگی خوب و خوش و سلامت باشین. البته خب اینجا شب هست، یعنی خب هنوز صبح نشده، صبح زوده، ما تقریبا 11:30 ساعت اختلاف ساعت داریم و من در ایالت واشنگتن الان ساکن هستم. و قبل از هر چیز باید بگم که باید خیلی محدود کنیم موضوعی رو که میخوام خدمتتون ارائه بدم، به خاطر اینکه خب آمریکا خب خیلی بزرگه از لحاظ مساحت و لحاظ فعالیت‌هایی که هر ایالت انجام میده و تقریبا قوانین هر ایالتی هم مختص به خودشه، یه هماهنگی کلی حالا با همدیگه دارن به هر ایالت متحده است. ولی من به خاطر سکونتم در اینجا بیشتر اطلاعاتی که در ایالت واشنگتن هست رو خدمتتون ارائه میدم و یک کلیتی در رابطه با کل ماجرایی که در آمریکای شمالی اتفاق میفته خدمتتون ارائه میدم که حالا انشالله کسایی که میخوان بهره مند بشن بتونن بهترین استفاده رو ازش داشته باشن. بسیار عالی، سپاسگزارم. خواهش میکنم. من اجازه بدین که برای مقدمه، فکر میکنم که خیلی خیلی مهمه که اول از همه در دو مرحله یک موضوعاتی رو خدمتون مطرح کنم. یکی این که سیستم کلی اینجا رو که چگونه هست که مثلا ممکنه که لحاظ فرهنگ سازی مثلا میبینیم که حالا شاید به هنر، هنرمند و مثلا نمایشگاه های هنری و از اینجور مباحثی که مورد علاقه ما هست اهمیت داده میشه. باید بگم که در سیستم کلی ما یه سیستم آموزش داریم اینجا، سیستم حالا آموزش هم در سطح آموزش پرورش هم در سطح آموزش عالی، که اینا خیلی خیلی کمک دهنده هست در اینکه هنرمندان دیده بشن و اصلا وارد بازار کار بشن، که من سعی میکنم در سه شاخه دانشجو، استاد و دانشگاه این سه تا موضوع خیلی خیلی کلی خدمتتون عرض کنم که تقریبا توی تحقیقاتی که با خیلی از دوستانم در سرسر آمریکا و کانادا انجام دادم این مباحث اشتراکات خیلی زیادی داره. من مباحثی رو که بیشتر مشترک هست رو خدمتتون ارائه میدم. نکته ای که خواهش میکنم این هست که میخوام که خیلی به این موضوع اصلا بپردازیم که هنر وقتی در این جایگاه قرار میگیره، در مبحث عمومی قرار میگیره، ما بیشتر باید از دیدگاه رسانه بهش بپردازیم و اهمیتی که حالا اینجا و ساختارهای رسانه‌ای داره که خب اونم میتونه خیلی مهم باشه. خب اگه شما پیشنهادی دارین برای پیشبرد مباحث بفرمایید که من اونها رو هم بتونم اون مطالبی رو که در نظر گرفتم براتون رو با نظرات شما پیش ببرم، اگر نه که شروع کنم. خواهش میکنم، ممنون میشم، شما بفرمایید. خواهش میکنم. در رابطه با معرفی سیستم های آموزشی در آمریکای شمالی، من باید خدمتتون بگم که در مرحله اول رو باید ببینیم که اصلا جذب دانشجو اینجا چگونه است. در مرحله اول اصلا باید ببینیم که حالا آموزش در واقع آموزش پرورش در واقع تا 18 سالگی حالا رایگان و اجباری هست و البته مدرسه خصوصی هم هستن که تحت عنوان کمک های غیر انتفاعی و عامل منفعه البته پول دریافت میکنن، نه اینکه، ولی خب همه بچه ها باید برن، هیچ فرقی هم حتی نمیکنه که شما آمریکایی باشین نباشین، هر بچه که در این سن قرار داشته باشه باید از امکانات آموزشی استفاده کنه. خیلی دوست دارم حتی در رابطه با موضوع
چگونگی آموزش ها، چون که این مبحث خیلی بنیادیه. یعنی من اول وقتی که میخواستم این ریسرچ و تحقیقات رو در رابطه با سیستم آموزشی دانشگاه شروع کنم، دیدم خیلی از مباحث برمیگرده به همون آموزش های اولیه. ولی خب شاید الان اینجا جاش نباشه، خب چون ما دو تا وزارتخانه کاملا جدای آموزش عالی و آموزش پرورش در ایران داریم. یه مقداری میبینیم بعضی وقتا اینها با هم دیگه یا موازی کاری میکنن یا حتی در تعارض هستن، که واقعا الان اینجا جاش نیست، ولی خب میتونیم واقعا در این فرصت بهتری بهش بپردازیم. اما فقط از دانشگاه شروع میکنیم. اینکه جذب دانشجو حالا نه فقط بر اساس سابقه تحصیلی، بلکه بر اساس یه چیز خیلی مهمیه اینجا به عنوان نامه هدف. این نامه هدف هر چند که حالا جداگانه میتونه پیوستای مثل رزومه و معرف و از این جور دست هم داشته باشه، اما خیلی خیلی مهمه که شما در واقع به جایی که دانشگاهی که میخواین اپلای کنین و برین تحصیل کنین، اعلام کنین که برای چی اون رشته رو و برای چی اون دانشگاه رو دارین انتخاب میکنین. چیزی که خیلی به نظر مثلا سطحی میاد، ولی اینجا خیلی بهش توجه میکنن، چون اون انگیزه ها خیلی مهمه براشون که مثلا بر چه اساسی شما میخواییم وارد بشی، و اینکه شما باید خودتون مثلا خیلی یونیک و منحصر به فرد نشون بدی. اینکه بگی که من مثلا محیط دانشگاه شما رو دوست دارم، خونم در نزدیک به دانشگاه شما، نمیدونم با فلان استاد شما مثلا آشنا هم، مثلا فلان فارغ التحصیل شما رو دیدم در فلان نمایشگاهتون شرکت کردم. یعنی به صورت خیلی ملموس به اونا اعلام کنی که برای من شناخت داشتم که اومدم دانشگاه شما رو انتخاب کردم و این رشته تحصیلی رو انتخاب کردم. خیلی خیلی باید به صورت شخصی باشه. یعنی این که شما مثلا بخواید یه فرمت کلی داشته باشین بگین خب این نامه رو هم جزء مثلا مدارکی شما ارسال میکنین، اصلا این گونه نیست. خیلی خیلی شخصی باید باشه. و حالا جالب اینه که باز توی اون رزومه‌ای که شما باید مثلا خیلی عجیبه، مثلا ما رزومه رو فقط برای کارهای شغلی و حرفه‌ای در نظر میگیریم، اما همون در ابتدا وقتی شما میخواین وارد دانشگاه هم بشین از شما یه رزومه میخوان، چون براشون مهمه که شما ببینن که مثلا شما در طول تحصیلتون در حال مقطع دبیرستان مدرسه و اینا چه فعالیتایی کردین. نمرات البته خب اینجا خب خیلی به صورت کیفی و اینها، مثلا میگم سیستم آموزشی خیلی خیلی متفاوته و خیلی به محتوا پروری و مسئله پروری پرداخته میشه، اما میخوام ببینن که شما اصلا چگونه با این سیستم برخورد کردی، چگونه به این سوالا پاسخ دادی. به عنوان مثال یه سری کارهایی که مثلا به نظر ما فوق برنامه میرسه الان تو سیستم آموزشی ما، مثل شرکت در مسابقات، مثل شرکت در جشنواره ها، مثل همکاری های مثلا داوطلبانه ای که مثلا بچه ها توی مدرسه ممکنه انجام بدن، این که مثلا مبصر کلاس باشن، این که مثلا همکاری کنن توی یه جشنی. مثلا ما خیلی جشن زیادی مثلا داریم که به مناسبت های مذهبی ملی و اینا برگزار میکنیم، بچه ها این فعالیت ها رو انجام داده باشن که معمولا خیلی وقتا به صورت خودجوش هست، یعنی ایده هاش مثلا مدرسه میاد و بچه ها خودشون یه فعالیت هایی میکنن، اینا خیلی خیلی مهم هست. خب حالا دانشجو رو پس با این انگیزه و هدف اصلی اینا جذب میکنن، پس یه پتانسیل اصلی وجود داره که این دانشجویی که وارد دانشگاه شده در حال میخواد بره دنبال یک هدف خاصی و حالا اونو سعی میکنن که براش فراهم کنن. چگونه؟ این که البته اینجا خیلی خیلی هزینه تحصیلی زیاده، خیلی بله. خب به هر حال ریسرچ کلی بفرمایید میبینین که به هر حال به خصوص کسایی که میخوان دارن مثلا وارد از کالج به یونیورسیتی بشن، خیلی خیلی هزینه های زیادی داره و خیلی آمریکایی‌ها ممکنه این کارو نکنن و مثلا مستقیم بازار کار میشن. اما این بودجه از کجا میاد؟ این بودجه و این هزینه ها رو خیلی وقتا اینطور نیست که یک دانشگاه یک بودجه خودش داشته باشه، این دولت بشن کمک میکنه، بلکه خیلی به صورت مشارکت های خصوصی هست و اون توانمندی هایی که خود دانشگاه به وسیله اساتیدش انجام میده و جذب سرمایه داره. یک موضوع واقعا من فکر میکنم کمتر توجه شده در ایران به عنوان ارتباط صنعت و دانشگاه. ما این ارتباط صنعت و دانشگاهمون خیلی میتونه جای مانور داشته باشه، چیزی که اینجا الان هم دارن انجام میدن. یعنی خیلی راحت مثلا اساتیدی هم که میخوان جذب کنن، یکی از آیتماشون اینه که مثلا در فعالیت‌های قبلیشون مثلا اون چیزی که رزومه‌شون رو میخوان بررسی کنن اینه که چقدر پول تولید کردن، چقدر پولساز بودن، چقدر تونستن سرمایه‌گذاری‌های مثلا خوبی رو جوابگو باشن، پاسخگو باشن و در واقع با تولید علمشون تونستن تولید
سرمایه و پول هم داشته باشن. این خیلی مهمه و یک بودجه خیلی زیادی، مثلا حتی میتونم بگم حدود 30% در برخی از جاها فقط از طریق اون امکاناتی که استاد وارد دانشگاه میکنه بر تأمین میشه و این بودجه هم بین همون دانشجویی که با استاد کار میکنن، کلاس های استاد و به خصوص در یه جایی که خیلی حالت عملکردی داره در خود پروژه های درسی مشخص میشه. چون اینجا اینگونه نیست که مثلا شما یه حالت مثلا دیکته شده داشته باشید، مثلا یه سری سرفصل های خیلی خیلی کلی وجود داره برای اینکه مثلا سرفصل درس وجود داشته باشه و اینها، اما آزادی عمل هم برای حالا اساتید دانشگاه و حتی برای معلم‌ها خیلی زیاده. اینجوری نیست که فقط یک منبع مشخص وجود داشته باشه و همه مکلف باشن که مثلا اون رو از آ تا زد طی کنن. نه، این آزادی عمل برای اساتید خیلی زیاده و اساتید در واقع از تجربیات شخصی خودشون که در ارتباط با صنعت و جامعه داشتن استفاده میکنن. من بعد این صنعت جامعه رو خیلی استفاده کنم چون خب رشتهاشون که زیاده، مثلا میبینی خب تو بخش اساتید فنی شاید این خیلی ملموس باشه، خب میگن که خب رفتن مثلا یک اختراعی رو انجام دادن، یک تولید دانشی داشتن و اون مثلا به تولید رسیده، اما خیلی از مباحث به خصوص در علوم انسانی هست که خب اونجوری تولید ملموس نداره، مثلا مطالعات روانشناسی، جامعه شناسی و همونها هم تجربیات شخصی استاد و اون مطالعاتی که به صورت میدانی انجام داده خیلی مهمه و حتی مثلا آتلیه و کلاس های درس به نام اساتید نامگذاری میشه و این خودش یک اعتباری هست برای اون دانشگاه. تو این نکته من لازمه که حتما یک پرانتز باز کنم و یک چیزی رو که خیلی به مبحثمون و خصوص بازار کار هنرمندا ارتباط داره رو باز کنم و اون اهمیتی هست که به علوم انسانی در کشورهای پیشرفته داده میشه. شاید اینگونه برداشت شده در کشورهای جهان سوم که پیشرفت در علوم مهندسی و فنی و برها علوم عینی و ملموس هست. شاید به همین خاطره که بیشتر سرمایه گذاری ها، بیشتر هزینه ها در اون بخش انجام میشه. به قول معروف مثلا خیلی عامیانه این کشورهای جهان سوم خیلی دوست دارن که یک آپولو هوا کنن به قول معروف. یعنی یه چیزی رو بسازن، یه مثلا هواپیمای خیلی بزرگ رو بسازن، یه سفینه فضایی خیلی بزرگ رو بسازن، یه چیزی ملموس باشه، به چشم بیاد، دیده بشه که مثلا بگن حالا ما پیشرفته شدیم. یه پس تو بخش‌های تکنولوژی و تو بخش‌های در واقع ملموس و عینی خیلی بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنن. خب به خاطر اینکه اونها خیلی زود دیده میشه و شاید تو زمان کمتر بشن بتونن به نتیجه بهتر برسن. اما علوم انسانی اینگونه نیست. علوم انسانی به زمان زیادی احتیاج داره و به خاطر اون زمان بر بودنش مسلماً هزینه بر هم هست، اما نتایجی که برای جامعه به بار میاره خیلی بنیانی تر هست و خب خیلی بیشتر در توسعه یک کشور میتونه تاثیرگذار باشه و ما میبینیم که کشورهای پیشرفته همگی تو این بخش خیلی خیلی سرمایه گذاری میکنن و خب این یکی از مواردی هست که چون به صورت بنیانی و ریشه‌ای خیلی مهمه، زمان بر بودن براشون مهم نیست، مهم اینه که واقعا سرمایه‌گذاری کنن و به اون نتایج برسن. حالا مثال‌های خیلی زیادی هست در این رابطه، مثلا همین که سیستم‌های آموزش و پرورش، سیستم‌های جامعه شناختی مثل مبارزه با تبعیض نژادی و اینها، می‌بینین که خب اینا خیلی سال‌ها روش مطالعات زیاد شده، هزینه‌های زیاد شده و الان در بسیاری از این کشورها جا افتاده و به نتایج خوبی رسیده. خب اینم نکته‌ای که واقعا ما باید خیلی علاوه بر فرهنگ‌سازی بهش توجه کنیم. حالا نکته دیگه که بعد از حال مباحث دانشجو، حالا جذب دانشجو که به اون صورت بود با انگیزه وارد میشد، استاد به این صورت بود که به صورت کاملا حرفه‌ای استخدام میشد و نه فقط برای مثلا پیسری عمومیات کلی بلکه به صورت مشخص و حرفه‌ای و جذب سرمایه که میتونه برای اون رشته و گروه خودش وارد کنه وارد میشد. حالا دانشگاه چه کار میکنه؟ خب حالا یه نکته خیلی جالب اینجا وجود داره که باز شاید به مباحث ما که تو هنر و فرهنگ داریم فعالیت میکنیم خیلی تأثیر گذاره. برای خود من نکته خیلی جالبی بود. خدمتتون گفتم هزینه های تحصیلی خب اینجا خب خیلی زیاده، به هر حال اینجا هر چیزی هزینه خودش رو داره، اما خب دانشگاه به هر حال تجهیزات لازم رو
همه رو فراهم میکنه. یعنی حالا شما از کتابخانه های خیلی مجهز، آزمایشگاه های خیلی مجهز و امکانات درسی، مثلا خب این یه چیزی که خب یعنی همه پیش بینی شده، همه هزینه ها در نظر گرفته شده. من یه چیزی که خیلی برای من جالبه اینه که حدود حالا به صورت متوسط مثلا 20 تا 25 درصد این هزینه‌ای که به عنوان هزینه تحصیلی هست و دانشجو برای ثبت نام در هر دانشگاهی پرداخت میکنه مربوط به منابع درسیش هست. این خیلی جالبه. یعنی مثلا ما الان توی سرفصل‌های آموزشیمون داریم که مثلا که مصوبه وزارت علوم هست برای همه ترس مثلا سرفصل نوشته شده و این منابعی هم پیشنهاد شده، ولی خب خیلی وقتا میبینیم که اون منابع اصلا در دسترس نیستن. حالا من این مثالی که برای خودم خیلی ملموس بود، مثلا تا سالها بالا دانشگاه پیمنور، چون که مثلا خب حالا سراسری بود و من باید همه منابع رو به صورت مشخص اعلام میکردن، مثلا کتاب نقوش هندسه نقوش مال چاپ موزه رضا عباسی همیشه به عنوان منبع بود که اصلا این سالها بود اصلا چاپ نمیشد، کتاب نایاب بود و این هر ترم بچه ها مشکل داشتن برای تهیه منبع. اما اینجا دانشگاه منبعی رو که منابع کاملا مشخص هستن، یعنی معرفی میکنه که این منابع رو لازم دارین، حالا خب مسلمان اونا رو از اساتیدش که حالا قبلا به ذات حرفه استخدامشون کرده استعلام میکنه و اون کتاب ها رو تهیه میکنه که در اختیار دانشجو قرار بده. خب حالا البته اجباری هم وجود نداره، شما مثلا میگی خب من این کتابو دارم، خب قبلا علاقه شخصی بوده خریدمش، اون هزینه به شما برگردونده میشه. میگه خب شما وقتی کتابو داری، مهم برای ما اینه که این کتاب رو بخونی برای این درست و این انجام بشه و ولی خب داشتن کتاب مهمه. یعنی این مبحثی که ما واقعا تو موضوعی که تو انتشاراتمون داریم توی ایران و حق مالکیت معنوی مؤلف خیلی وقتا اصلا دیده نمیشه، خب این خیلی خیلی مهمه اینجا. و میگن که خب اگه شما مثلا میخوای این مدرک دانشگاهی رو بگیری، اینقدر کردیت میخوای پاس کنی، یعنی باید این کتابا رو مطالعه کرده باشی، پس هزینه این کتابا رو شما باید پرداخت کنی. خب حالا مثلا نمیدونم پدرت خودش استاد دانشگاه بوده، اینقدر کتابو داشته، مثلا نمیدونم، مثلا به هر حال میتونید شما پیش بینی که برای این زمینه انجام دادن خیلی برای من جالب بود. مشکلی که متاسفانه من خودم توی ایران خیلی باش درگیر بودم که وقتی که منبعی رو به دانشجو معرفی می‌کردم یا در دسترسش نبود یا مثلا تهیه نمی‌کردن یا اینکه سعی می‌کردن که، یعنی در واقع خرید کتاب جایگاهی در سبد خرید افراد نداشت. خب این یه چیز خیلی عجیبیه که اینجا مثلا یعنی اینجا خیلی عجیبه. این یکی از الزامات اولیه است که شما مثلا یک دوره رو می‌خوای بگذرونی، حتما باید کتاب‌های مرتبط با اون رو هزینه‌ش رو بدی و بری اون اطلاعات رو خریداری کنی و بتونی ازشون بهره‌مند بشی. نکته دیگه که خیلی مهمه در کار همون دانشگاه، همون ارتباط صنعت و دانشگاه است که اینجا خیلی خیلی مهمه و هر ترم یک نمایشگاهی معمولاً برگزار میشه که در اون از شرکت‌های مختلف که فعال هستن، حالا به خصوص در مثلا ایالت‌های مختلف دیگه، مثلا اینجا مثلا از شرکت‌های مثل مایکروسافت، مثل فیسبوک، مثل جاهای مختلفی که توی مثلا بوئینگ، جاهایی که امکان جذب هست برای فارغ التحصیلان دعوت میشه، اونها هم شرکت میکنن و حتی مصاحبه های شغلی در همون نمایشگاهی که مثلا حالا چند روز در داخل دانشگاه انجام میشه، تو پردیس دانشگاه انجام میشه، انجام میدن که یک بگونه انگار که آماده سازی میشن دانشجو برای اینکه وارد بشن، میگن بازار کار حرفه‌ای چگونه است، از یه جهت این گونه است و از جهت دیگه اساتید با اونو وارد مذاکره میشن و میتونن پروژه ها رو کسب کنن. و مثلا ما تو خود بچه های کارشن هنری داریم که خیلی از درس به صورت پروژه‌ای در انجام میشه، مثلا موضوعی رو استاد درس میده، مثلا برای بچه های طراحی لباس، برای بچه های طراحی صنعتی، برای بچه های صنعتی دستی، هر چی مثلا میگه موضوع مثلا چراغ طراحی کنین، ما تو ایران میگیم فقط اینا به صورت صرفی مثلا میگیم خب طراحی کنین دیگه و اینا همه به صورت نمیتونم بگم هر حال یک ارزشی هست که یک هنرمندی دانشجو زحمت میکشن انجام میدن، ولی عقیم میمونه، به تولید نمیرسه، کاربردی پیدا نمیکنه، این دانشجو نمرهش رو میگیره پاس میکنه میره. اما اینجا اون پروژه از طرف صنعت معرفی شده، میگن که مثلا
یه چراغ طراحی، حالا من بیشتر شاید مثال هم به صورت طراحی صنعتی و معماری و اینها باشه، میگن حالا یه چراغ روشنایی طراحی کنین برای مثلا پارک روبروی مثلا شرکت مایکروسافت در فلان خیابون. یعنی خیلی عینی و همون هم میخوان اجرا کنن، یعنی به هر حال میخوان به نتیجه برسن. و حالا در مقاطع بالاتر مثل مثلا کارشناسی ارشد و اینا خیلی سمینار میدن و سعی میکنن که بودجه هم دارن حتی که اینها رو واقعا به تولید برسونن و به نتیجه برسونن. خب این خیلی خیلی مهمه و این نمایشگاه خیلی به بچه‌ها کمک میکنه، چون نمایشگاه کاملا ملموسه، اصلا انگار یک بدبستان بین شرکت‌ها و ادارات مختلف که در ایالت وجود دارن و دانشگاه وجود داره. دانشگاه دانشجو به اونا میده به عنوان اینکه کارمند اونجا میشن، مهندس اونجا میشن، طراح اونجا میشن و در واقع میتونم بگم اون شرکت، اون کارخونه هم داره انگار که برنامه‌ریزی بلند مدت میکنه، میاد یه سرمایه میذاره که بتونه یک سری در واقع همکارهای خوبی رو جذب کنه و بتونه از اونها در آینده استفاده کنه. نه اینا خب مسلماً خیلی نکات بسیار بسیار مهمی هستن در این راستا که من فکر کنم این سیستم آموزشی من یک مقدمه اصلی که بود خودش خیلی چیزا رو روشن میکنه. که پس چگونه است که اینجا ما فهمیدیم که دانشجوها به صورت خیلی هدفمند اصلا وارد میشن توی اونجا با درسایی که میگذرونن همه به صورت هدفمند هست و معمولا پروژه هاشون به صورت عینی و سفارش از خارج به صورت ارتباط صنعت و دانشگاه داره انجام میشه. باز این خیلی کمک میکنه که با بازار کار، با جامعه و با صاحبان صنعت، صاحبان مشاغل در واقع آشنا بشن و در نهایت هم این نمایشگاه هایی که برگزار میشه خیلی بهشون کمک میکنه که اصلا به صورت خیلی عینی و ملموس در مصاحبه های شغلی اینجا شرکت کنن. چون حالا اون داستان مصاحبه های شغلی هم اینجا خیلی داستان مفصلی هست که خیلی راحت نیست، یعنی هر شرکتی برای خودش آیتم های خاص خودش رو داره و در واقع اینجا میگن اینگونه نیست که شما فقط یه رزومه آماده داشته باشی و برای هر جایی بفرستی حالا یک شماره مورد توجه قرار میده و استخدام بشی، بلکه شما هر جایی که میخوای اپلای کنی و بری مثلا تقاضای کار بدی باید اختصاصا برای همونجا یک رزومه بنویسی. خیلی حساس و پیچیده و چند مرحله ای هست که حالا اینم موضوع جالبی میتونه باشه که میتونی باز در مباحث آینده یا اگه فرصت کردیم بیشتر بهش بپردازیم. خیلی ممنون که این صحبت ها رو گوش دادین و لطفا اگه سوالی داشتین حتما برای من کامنت بذارین، من سعی میکنم حتما پاسخگو باشم. لطفا کانال رو سابسکرایب کنین و در رابطه با آموزش های و تحصیلات دانشگاهی هنر اگه سوالی دارین از من بپرسین، من بسیار علاقمند هستم که در این حوزه تحقیق کنم و خدمتتون پاسخگو باشم. امیدوارم همواره خوب و خوش و سلامت باشین.